کاهش ارزش روبل روسیه در برابر ارزهای خارجی روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و بار دیگر به پایین‌ترین سطح خود در برابر یورو و دلار رسید. ارزش یورو در مسکو از 52 روبل گذشت و هر دلار در حدود 41 روبل داد و ستد شد. بخشی از سقوط ارزش روبل ناشی از کاهش شدید بهای نفت در بازارهاست که از یک ماه پیش آغاز شده. آمریکا در حال کاهش دادن قیمت نفت است. این اقدام نوعی تحریم است و به طور خاص روسیه را نشانه گرفته. باید منتظر ماند و دید پس از آن چه روی خواهد داد. سقوط روبل می تواند به یک بحران تبدیل شود. فکر می کنم اشتغال کمتری خواهیم داشت و بسیاری کارشان را از دست خواهند داد و مواد غذایی نیز گرانتر خواهد شد. روند نزولی ارزش روبل در برابر دیگر ارزها عمدتاً ناشی از بحران اوکراین و در نتیجه پیامدهای تحریم غرب بر اقتصاد روسیه بوده است. این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اولویت‌های پوتین می‌گوید در حالی که بودجه نظامی تا حد زیادی افزایش یافته، دولت مالیات‌های جدیدی بر املاک و مستغلات و نیز کسب و کارهای کوچک اعمال کرده و تعرفه بیمه‌های پزشکی را افزایش داده است. بخش عمده‌ای از درآمدهای روسیه از محل طلای سیاه و گاز تأمین می‌شود. اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد روسیه در دورانی که این کشور از تبعات اقتصادی بحران اوکراین رنج می‌برد، دوچندان شده است.